اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الاخره من الخاسرین. این الیوم احل لکم الطیبات در صدد بیان امر امتنانی است، یعنی تا کنون محذوری بود از اون حکم و الان اون محذور برطرف شد. اون حکم عبارت از برقراری حلیت طعام کافران است برای شما، که ظاهر الیوم برای بیان امتنان است. این یک نکته که قبلا هم ظاهرا اشاره شد. دوم این است که برای تثبیت یک مطلب، یک امر مقطوعی را در کنار یک امر مزنون ذکر میکنم تا اون امر مزنون بشود مقطوع. اون امر مقطوع را شفیع این امر مزنون قرار میدن تا اینکه این امر مزنون بشود مقطوع. مثلا شکار حیوان با اینکه تزکیه نشده است ظاهرا حرام است، برای اینکه سگ شکاری اگر یه حیوانی را خفه کرد یا گاز گرفت و او در اثر جراحت این گاز مرد، این تزکیه نشد و به ظاهر به نظر می رسد که چنین حیوانی مردار باشد، ولی ذات اقدس اله در آیه چهارم همین سوره مائده فرمود این حلال است، در صورتی که اون سگ معلم باشد و شما هم هنگام فرستادن نام خدا را ببرید. برای اثبات حلیت این شکار لن فرمود احل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین، یعنی یه امر مقطوعی را کنار این امر مشکوک یا مزنون ذکر کرد. فهمود همون طوری که طیبات برای شما حلال است، شکار سگ شکاری هم برای شما حلال است وقتی که نام خدا را ببرید. یک مقطوعی را کنار مشکوک و مزنون ذکر میکنن تا هر گونه شبهه‌ای برطرف بشود، اون امر یقینی شفیع این امر باشد. این در محاورات هست. شما برای تثبیت مطلب میگویید این سخن را هم صاحب جواهر گفته و هم فرون عالم، که اگر گفتید صاحب جواهر گفته و فرون عالم، حرف اون عالم را هم تثبیت کردی. این که یک امر مشکوک یا مزنونی کنار مقطوع قرار بگیرد، به شفاعت اون امر مقطوع مقبول خواهد شد. لذا فرمود احل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح، اون در آیه قبل. در آیه پنجم که محل بحث است فرمود الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب، یعنی اگر تا کنون برای شما مشکوک بود که طعام اهل کتاب حلال است یا نه، از این تاریخ به بعد بدانید که طعام اهل کتاب مانند طیبات دیگر برای شما حلال است. یک مشکوکی را کنار مقطوع ذکر کردن برای تثبیت اون امر مشکوک است که او را هم مقطوع کند. این مطلب دوم. سوم آن است که بر فرضی که ثابت شده باشد اون قولی که میگوید طعام اهل کتاب بالمعنی المطلق حلال است، ذبیحه اهل کتاب حلال است و غذاهای طبخ شده اهل کتاب حلال است، این به اون معنا نیست
که سه جهت را با هم مخلوط کرده باشند، بلکه بحث در خصوص اهل کتاب است. بیان و ذالک این است که برای حلیت یک حیوان سه شرط است، که یک شرط به ذابح برمیگردد، یک شرط به ذبح برمیگردد، یک شرط هم به مذبوح. اون که به مذبوح برمیگردد این است که او باید قابل تزکیه باشد، حلال گوشت باشد. خنزیر را چه مسلمان چه غیر مسلمان سر ببرد حرام است، میته است، چون خدا مستقیما در آیه سوم همین سوره مائده خنزیر را تحریم کرد، چون که قبلا هم تحریم کرد. یا اگر کسی عالمان آمدن رو به قبله سر نبرد، ذبح نکند، پشت به قبله ذبح کند، یا عالمان آمدن نام خدا را نبرد، که این شرایط ذبح هست و حاصل نشده. اینجا اون مذبوح مردار است، ولو مذبوح قابل تزکیه است نظیر گاو و گوسفند. ولی اگر کسی عالمان آمدن رو به قبله ذبح نکرد و نام خدا را نبرد، اون مذبوح مردار است گرچه ذابحش مسلمان باشد، فرقی نمی کنه. این دو. سوم آن است که ذابح چه شرطی باید داشته باشد. اگر از این آیه استفاده کردیم که اسلام شرط نیست، همون توحید کافی است، پس اگر کسی موحد بود، توحید معنای عام، خواه مسلمان خواه یهودی خواه مسیحی، مذبوح او حلال است. پس اگر از این آیه استفاده شد که ذبیحه اهل کتاب حلال است، به این معنا نیست که هر چه اونها ذبح کردن حلال است و هر جور اونها ذبح کردن حلال است، بلکه اون مذبوح باید قابل تزکیه باشد، حلال گوشت باشد و قابل تزکیه، شرط خودش داشته باشد، و ذبح هم باید رو به قبله باشد، با بسم الله باشد و مانند اون، که این دو شرط محفوظ باشد. ذابح لازم نیست مسلمان باشد، اگر یهودی یا مسیحی هم بود کافی است. این به نظر کسانی که از آیه اون معنا را استفاده کردن. پس اون چه که سیدن استاد نقدی دارد بر المنار، ناظر به آن است که در تفسیر المنار این چنین خیال شد که از آیه میتوان استفاده کرد ذبیحه اهل کتاب حلال است هر جوری اونها ذبح بکنن، در حالی که در روایات ما فرمود اگر یک مسلمانی نام خدا را نبرد مذبوحش حرام است، و اگر یک مسیحی نام خدا را ببرد مذبوحش حلال. پس معنای حلیت ذبیحه اهل کتاب این نیست که مذبوح میخواهد واجد شرایط باشد یا نه، ذبح میخواهد واجد شرایط باشد یا نه، بلکه مذبوح و همچنین ذبح باید دارای شرایط خاص خود باشن، ذابح لازم نیست که مسلمان باشد. این دو مطلب. بله دیگر. و طعام اللذینه، یعنی الیوم احل لکم طعام اللذینه، یعنی در ردیف طیبات است. مشکوکی را کنار مقتوع کردن برای آن است که چون ذات اقدس اله طیبات را حلال میکند، پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث، اون چرا که دیگران نمیدانستن الان پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اونها آگاهی داد و فهموند که این طیب است. بعضی طیب بالفطرت و طبعا مثل آب حلال است، گندم حلال است، میوه حلال است، مانند دار. بعضی طیبه به تشریع مثل همین ذبایح یا صید کلب شکاری. مطلب سوم آن است که فرق ذبیحه مسلمان و غیر مسلمان این است که اگر مسلمانی ذبیحه را به انسان ارائه کرد، ید او اماره حلیت است، یعنی علامت هست که او رو به قبله سر برید و بسم الله گفت و مانند آن، مگر اینکه ما از خارج احراز بکنیم
که این شخص عالمن آمدن این شرایط را رعایت نکرد. آنچه که از دست مسلمان گرفته می شود محکوم به حلیت است، ید مسلمان اماره تزکیه است، مگر اینکه ما از خارج بفهمیم خلافش را. ولی درباره اهل کتاب این چنین نیست که ما اگر ذبیحه ای رو از دست اهل کتاب گرفتیم، یعنی از مغازه قصابی اهل کتاب خواستیم چیز بخریم، بگیم این آیه میگوید حلال است، چون ید او اماره برای چنین حلیتی نیست. ما اگر احراز کردیم، بنابر این قول اگر احراز کردیم که او رو به قبله ایستاد و یا مذبوح رو به قبله بود و احراز کردیم که ذابح هنگام سربریدن نام خدا را برد، اگر احراز کردیم حلال است، وگرنه اصل عدم حلیت است. پس نکته سوم آن است که فرق مسلمان و کتابی آن است که ید مسلمان اماره تزکیه است، ولی ید و دست غیر مسلمان اماره تزکیه نیست. اینا تتمه فروع بحث قبل. طعام اعم است دیگر، اعم از حبوبات یا طبخ شده های غیر حیوانی یا ذبیح حیوانی، وگرنه شواهد فرامانی قبلا اقامه شد که گندم اینا که قبلا حلال بود، قبلا هم وام می گرفتن، قبلا هم تجارت می کردن، در مدینه از یهودی ها گندم می رفتن. اون آیات سوره هل اتی خب قبل از این نازل شده بود، که چون اون دیگه در روایات ما مشخص کرد، فرمود اگر مسلمانی عمدن نام خدا را نبرد اون مذبوحش مردار است، ولی اگر اهل کتاب نام خدا را ببرد حلال است. بسیار روایات که حق تغییر دارد که آیه اصل حلیت طعام را میگوید، اما شرایطش و قیودش رو باید روایات تعیین کنند دیگه، روایات استقبال رو تعیین کرده دیگه. ما اماره ای نداریم بر اینکه اونها شرایط تزکیه رعایت کردن، چون اگر اونها مثل ما معتقد بودن که قبله شرط است، تسمیه شرط است و مانند اون، خب ممکن بود ید اونها اماره باشه. اما اونها که چنین شرایطی را قائل نیستند، یا قبله اونها بیت المقدس است نه کعبه، گو چگونه ما این عصر رو احراز بکنیم؟ حالا اگر یک یهودی در یک محله مسلمان نشین تربیت شده به آداب اسلامی، گرچه دین خود را هم دارد، به او گفتن بگو بسم الله و به طرف مسجد الحرام هم به کعبه هم بیست و ایستاد، نه به طرف بیت المقدس، این هم شرط ذبح را دارد، مذبوح هم که گاو و گوسفند است و شرایط تزکیه را دارستند، ذابح هم که موحد است، طبق این اصل باید کافی باشد. خب مقام ثانی بحث در آیه 5 این است که فرمود والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب. این الیوم که در صدر آیه 5 است مقام ثانی را هم زیر مجموعه خود دارد، یعنی امروز، یعنی از این تاریخ به بعد، همونطوری که روابط ضیافت و رفت و آمد خانوادگی و خرید و فروش و امثال ذلک در ذبایح و مانند آن حلال است، در مراسم ازدواج هم این چنین است. و برای اینکه یک امر مشکوکی را در کنار یک امر مقطوع ذکر بکند که به شفاعت اون امر مقتوع اون امر مشکوک هم در ذهنها جا بیفتد، لذا فرمود از این تاریخ به بعد زنهای پاک دامن مسلمان برای شما حلال است، ازدواج با اونها حلال است. خب این که قبلا هم بود، همه اینها همسر داشتن با مؤمنات زندگی میکردن دیگر. این امر مقتوعی را شفیع اون امر مشکوک قرار میداد، برای اینکه ثابت کند ازدواج با زنهای پاکدامن یهودی و مسیحی جایز است، فرمود همونطوری که ازدواج با زنهای مسلمان جایز است، ازدواج با زنهای یهودی و مسیحی هم جایز است.
منتها حالا بحث در این است که مطلقا جایز است یا به طور نکاح موقت جایز است. بین علمای شیعه و سنی هم اختلاف است، چون که بین علمای شیعه هم اختلاف است. پس یک مقتوعی را کنار مشکوک و مظنون ذکر میکنند تا اون مظنون مثل مقتوع در ذهنها را سوخ کند. فرمود از این تاریخ به بعد ازدواج با زنهای مؤمن پاک دامن جایز است و ازدواج با زنهای مؤمن و پاک دامن اهل کتاب هم جایز است، منتها مؤمن به کتاب خودشون. احسان هم به معنای اسلام آمده، هم به معنای ازدواج آمده که محسنه و محسن یعنی همسردار، هم معنی عفیف آمده. در اینجا که کلمه احسان سه بار باز تکرار شد به معنای عفیف است. والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب محسنین غیر مسافحین. این احسان که در مرد شرط است و در زن شرط است یعنی عفیف بودن، برای آن است که این مالی که میرن به عنوان مهر باشد نه به عنوان اجرت صفاح. بعد از این که در زن احسان را یعنی عفت را شرط کرد و در مرد احسان را یعنی عفیف بودن را شرط کرد، اونگاه فرمود اذا آتیتموهن اجورهن، یعنی اونچه را که میدید به عنوان مهر است نه به عنوان اجرت صفاح و زنا. ممکن است در عقد انقطاعی پولی داده بشود، اما این به عنوان مهر است و صداق. اگر به عنوان مهر و صداق نبود، به عنوان اجر و صفاح بود، خب حرام است. نکاح باید باشد نه صفاح. همین کتاب تحریف شده هم کافی است برای اینکه معامله یهودی و مسیحی بکنن، برای اینکه اسلام با اینها غیر از معامله مشرکین میکرد، از اینا جزیه قبول میکرد، ولی از مشرکین که جزیه قبول نمیکرد، با اینکه اینا همین کتاب را داشتن دیگر. اگر اون تورات و انجیل اصیل بود به اینها به اون عمل میکردن باید مسلمان میشدن، ولی همین تورات و همین انجیل محرف را که داشتن قرآن روی همین صحه گذاشت، فرمود همین یهودی ها و همین مسیحی ها باید جزیه بدن، اما مشکین اهل جزیه نیستن، جزیه از اونها مقبول نیست. نه، امضای تحریف که نکرده قرآن، که فرمود همین یهودی ها و همین مسیحی ها اینا اگر جزیه بدن کافی است. والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. این کلمه محسن بحثش قبلا در سوره مبارکه نساء آیه 24 گذشت که فرمود والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واهل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين. در اونجا فرمود به این که زنهای شوهردار بر شما حرام است مگر اونها که ملک یمین بشود، مثلا در جنگ ها. بعد تمود محسنین غیر مسافحین، در حالی که شما هم اهل احسان و عفتی و اهل صفاح و زنا نیستی. در اینجا هم همین قید را ذکر کرد، تمود محسنین غیر مسافحین. عمده آن است که آیا با قطع از روایاتی که حالا بعد شرح میدن، تغییر میکنن اطلاق را، تخصیص میزنن عموم را، با قطع نظر از روایات ظاهر آیه این است که ازدواج با زنهای اهل کتاب مطلقا جایز است یا در خصوص عقد انقطاعی جایز است. آیه به حسب ظاهر که فرمود الیوم احل لکم الطیبات، یعنی اون مانعی که قبلا بود برداشته شد. روابط هم در مسائل طعام هم در مسائل نکاح رواست و جایز است. از این که فرمود اذا آتیتموهن اجورهن، آیا این قید به هر دو برمیگردد یا به اخیر، به خصوص اخیر؟ اگر به خصوص اخیر برگشت، آیا منظور از اون اجور همون عقد انقطاعی است، اجرتی است که در عقد انقطاعی داده می شود یا نه؟ دلیلی که دلالت بکند بر این که اذا آتیتموهن اجورهن به خصوص اخیر برمیگردد نیست، برای اینکه
این دو قید محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، این دو سه قید مال هر دوست نه مال اخیر. فرمود والمحسنات من المؤمنات برای شما حلال است، والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن برای شما حلال است، در حالی که شما محسنین غیر مسافحین و را متخذی اخدان. این سه قید یعنی احسان، غیر مسافح بودن و غیر متخذ اخدان بودن، اختصاصی به زنان اهل کتاب ندارد. فرمود شما می توانید با زنان مؤمنه ازدواج کنید در حالی که خود را محسن باشید، یعنی عفیفانه زندگی کنید و مسافح نباشید، متخذ خد نباشید. اینا را قبلا بحثش گذشت. اخدان جمع خدن است، خدن یعنی دوست، عم از مذکر و مؤنث است. اونا که علدن به آلودگی مبتلایند اونا را میگن مسافح با سین، اونا که مخفیانه به آلودگی تندر میدن میگن متخذ خدن، دوست یابن، دوست نامحرم دارن، نامحرمی رو به دوستی میگیرن. چون این سه قید مال هر دو هست، یعنی هم مال محسنات من المؤمنات هست هم مال محسنات من الذین اوتوا الکتاب، بنابراین بعید است که اذا آتیتموهن اجورهن مخصوص به کتابی باشد، بلکه شامل هر دو می شود. وقتی شامل هر دو شد عجز دیگر ظهور ندارد در اینکه منظور نکاح مت باشد و عقد انقطاعی، گرچه در همون سوره مبارکه نساء کلمه اجور را درباره خصوص عقد انقطاعی به کار بردن. آیه 24 سوره نساء این بود که محسنین غیر مسافحین فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. فرمود اون چرا که شما اینها را به عنوان متع گرفتید اجرشون را بدید. خب این کلمه اجر در مهریه عقد انقطاع به کار رفت، نه معناش این است که هر جا اجر گفتن یعنی عقد انقطاعی. این که فرمود فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، اطلاق اجر بر مهریه عقد منقطع شده است، اما نه معناست که هر جا گفتن اجر پس معلوم می شود عقد هم عقد انقطاعی است. بعضیا خواستن بگوین به این که اجر اهم از عقد انقطاعی و عقد دائم است، برای این که در آیه 27 سوره مبارکه قصص این چنین آمده که شعیب سلام الله علیه به موسی علیه السلام فرمود اینی اورید و ان انکه که اهدب نتی هاتین علا ان تأجرنی سمانی حجج. با اینکه شعیب دختر خود را به عقد دائمی موسی علیه السلام در آورد، ولی معذالک از مهریه تعبیر به اجر کرده است. اورید و ان انکه که اهدب نتی هاتین علا ان تأجرنی سمانی حجج، پس معلوم می شود که اجر هم بر مهر عقد انقطاعی اطلاق می شود هم بر مهر عقد دائم. لکن این استدلال لا تمام است، برای اینکه در این آیه مهریه را اجر نگفتند، بلکه اجیر شدن موسی را مهریه قرار دادند و بین این دو مطلب خیلی فرق است. یک وقت تعبیر این است که شعیب به موسی علیه السلام میگوید من دخترم را به عقد تو در آوردم و اجر این عقد و اجرت این عقد آن است که 8 سال کار کنی. این نشون میدهد که بر مهریه عقد دائم هم اجرت اطلاق میشود، ولی یک وقت میفرماید به این که مهریه دخترم این است که تو 8 سال اجیر من باشی.
این دلالت ندارد به اینکه مهریه عقد دائم را هم اجرت میگوین. نه، فرمود دخترم را به عقد تو در آوردم که تو 8 سال اجیر من باشی. خود موسی اجیر می شود. چرا؟ اجیر شدن موسی مهریه است، کار میکند. پس نه اینکه بر مهریه عقد دائم اجرت اطلاق شده باشد، این چنین نیست. یه وقت از تعبیر آن است که من دختر را به نکاح موسی در آوردم و اجرت این مهر کار 8 ساله اوست، این معلوم می شود که اجرت بر مهریه نکاح دائم هم اطلاق می شود. ولی یه وقت تعبیر قرآن این است که من یکی از دخترانم را به عقد توی موسی در آوردم که تو 8 سال اجیر من باشی، این خیلی فرق دارد با اون. البته این قیدی که بعد از چند جمله واقع شد قدر متیقنش آخری است، ولی 3 قیدی بعد از او واقع شده است که این قیود سگانه مشترک است. ما 4 قید داریم، 3 قید اخیر یقینا مال هر دوست، اون قید اول مشکوک است. خب اونم مال هر دوست دیگر. اگر فرمود والمحسنات من المؤمنات، این جمله اول، والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اینم جمله دوم، یعنی اهل لكم. بعد 4 قید زده، یکی به عنوان شرط، 3 تا هم به عنوان حال. اذا آتیتموهن اجورهن، یک، محسنین، این 2، غیر مسافهین، این 3، ولا متخذی اخدان، این 4. اون اولی با این سومی در یک سیاق است. آیا این هم نظیر همون بحث اصولی است که اگر قیدی به دنبال چند جمله قرار گرفت قدر متیقنش آخری است؟ اگر قدر متیقنش آخری است، همه این قیود 4گانه باید به آخری برگردد، در حالی که اینجا محفوف به قرینه است که مال هر دوست، نه مال خصوص اخیر. اگر 3 قید اخیر مال هر دوست و اون قید اول مشکوک است، ما چرا وحدت سیاق را رها کنیم؟ بگویم اذا آتیت موهن اجورهن مخصوص دوم است و اما اون 3 قید بعدی و 3 حال بعدی مال اولی و دومی، این که روا نیست، این سیاق رو به هم زدن است. پس نه اجر اختصاصی دارد به مهر انقطاع، گرچه بر مهر انقطاع اجر اطلاق شده است، اما این دلیل بر اختصاص نیست. و نه این جمله اذا آتیتموهن اجورهن مخصوص به اهل کتاب است، بلکه این قید با 3 قید دیگر جمعاً 4 قید مال همه اینا خواهد بود. استفاده این که اجور به معنای عقد انقطاعیست، مهری عقد انقطاعیست که صریح نیست. اجر بر عقد انقطاعی اطلاق شده است، نه اینکه هر جا اجر گفته بشود مخصوص عقد انقطاع است. این 2 تا فرق است. او را هم میگوین، صداق هم میگوین، مهر هم میگوین، اجرت هم میگوین. این خلاف است دیگر. ما میدونیم که محسنین، غیر مسافهین، ولا متخذی اخدان، مال هر دوست. یعنی با باقت نظر از اون آیه 24 سوره نساء وقتی این را میخونیم ببینیم که شرط است برای هر دو دیگر. مطلع بعدی آن است که درباره محسنات فرمود محسنات من المؤمنات، اما درباره اهل کتاب بود محسنات و من الذین اوتوا الکتاب، من اللاتی اوتین الکتاب نفرمود، برای اینکه این من الذین یعنی مردم، نه مردها. این الذین که در قرآن هست به معنی مردم است، یک فرهنگ محاوره است که وقتی ما گفتیم مردم این چه میگوین، مردم حاضر شدن، مردم انقلاب کردن، مردم رأی دادن، نه یعنی مردان در قبال زنان. مردم شامل هر 2 گروه خواهد بود. لذا فرمود المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم.
بعضی ها خواستن بگوین به این که این آیه اگر شامل اهل کتاب می شود نسخ شده است به ولا تنکه هل مشرکات حتی یؤمن ولا امتون مؤمنتون خیرون و مشرکتن و رو اعجبت کن. و همچنین به آیه سوره مبارکه ممتحنه نسخ شده است که فهمود ولا تمسکو به اسم الکوافر. آیه ده سوره مبارکه ممتحنه این است که ولا تمسکو به اسم الکوافر، یعنی کافرهایی که چیز هستن اسمت های اونها رو نگیرید، عفت های اونها رو نگیرید، یعنی با اونها ازدواج نکنید یا نگه ندارید. پس طبق آیه ده سوره ممتحنه و طبق اون آیه معروف لا تنکه المشرکات حتی یؤمنه، این آیه سوره مائده بر فرض دلالت داشته باشد نسخ شده است. جوابش این است که قبلا هم ملاحظه فرمودید این بخش از سوره مبارکه مائده در اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، چون که روایات دیگری هم آمده است که سوره مائده ناسخ غیر منسوخ است. این از نظر شأن نزول و ترتیب نزول. و اما از نظر بحث‌های تفسیری این دو موردی که ذکر شد، یک موردش که متباینانن، یک موردم عام خاص مطلق. اون مورد که متباینانن درباره مشرکین است، فرمود ولا تن که هل مشرکات حتی یؤمن، چون که ولا تن که هل مشرکین حتی یؤمنو، اون درباره مشرکات است نه درباره اهل کتاب. به قرآن کریم مشرک را در قبال اهل کتاب یاد میکند. اگر بفرماید کافر، کافر شامل هر دو گروه میشود، شامل اهل کتاب و شامل مشرکین. ولی مشرک اگر بفرماید مخصوص همون بت پرست هاست به مانند آن. در سوره مبارکه بینه آیه اول این است که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. در اول آیه یک سوره بینه فرمود لم یکن الذین کفروا، و این الذین کفروا رو تفصیل میداد من اهل الکتاب و المشرکین، که مشرکین در مقابل اهل کتاب قسیم همان و مقسم اونها الذین کفروست. پس اگر آیه دلالت کرد که نمی شود با مشرکات ازدواج کرد، این منافی با آیه پنج سوره مائده نیست که فهمد با محسنات از اهل کتاب می شود ازدواج کرد. و اما سوره مبارکه ممتحنه آیه دهش که دارد ولا تمسکو به اسم الکوافر، اگر معناش این باشد که اولا معناش این نیست که با کافرها ازدواج نکنید، اگر هم معناش این باشد که با کافرها ازدواج نکنید، چون کافر اعم مطلق از اهل کتاب است، شامل اهل کتاب و مشرکین هم می شود به قرینه آیه اول سوره بینه، این عام خاص مطلق جمع دلالیشون به این است که آیه سوره مائده مخصص آیه ده سوره ممتحنه باشد، یعنی در سوره ممتحنه دارد که با کافران ازدواج نکنید، کافران هم اعم از اهل کتاب و مشرکین هم، و آیه پنج سوره مائده هم می‌فرماید که با زنهای پاکدامن اهل کتاب میتوان ازدواج کرد. این هم جمع دلالیش، از این جهت محذوری ندارد. والحمدلله رب العالمین.